در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از واکنش به حمله علیه کشتی اسرائیلی، تداوم روزهای سخت افغانستان، استقبال آمریکا از تصمیم اروپا برای تحریم مقامات لبنان و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 9 مرداد شمار مبتلایان و فوتی‌های کووید 19 در جهان به ترتیب به 198 میلیون و 200 هزار نفر و 4 میلیون و 230 هزار نفر نزدیک شد و تا کنون بیش از 179 میلیون نفر نیز از این بیماری بهبود یافتند. تعداد مبتلایان آمریکا با افزایش قابل توجه به مرز 100 هزار نفر در هر روز رسیده و نگرانی‌ها درباره وخیم‌تر شدن اوضاع این کشور افزایش یافته است. شرایط کرونا در مکزیک و کوبا نیز در حال وخیم‌تر شدن است. در سوی دیگر جهان تعداد مبتلایان روزانه ژاپن برای نخستین بار به بیش از 10,000 نفر افزایش پیدا کرد و تایلند هم از این نظر رکورد تازه‌ای ثبت کرده است. چین هم که تحت تاثیر گسترش گونه دلتا قرار گرفته با افزایش نسبی مبتلایان در پایتخت و 5 استان دیگر خود روبرو شده است. در جنوب آسیا هم آمارها از افزایش مبتلایان جدید در هند نسبت به سه هفته گذشته حکایت دارند. همسایگان ایران هم با بدتر شدن شرایط همه‌گیری روبرو هستند. ترکیه بیشترین مبتلایان تازه شناسایی شده در حدود 2 ماه اخیر و عراق بیشترین مبتلایان روزانه خود از ابتدای همه‌گیری را ثبت کرده. سازمان بهداشت جهانی ضمن تایید این موضوع که واکسن‌ها همچنان در برابر سویه‌های مختلف کرونا اثر بخشی دارند نسبت به از دست رفتن موفقیت‌های به دست آمده در نبرد با کووید 19 همزمان با گسترش گونه دلتا هشدار داد. واکنش اسرائیل و آمریکا به حمله علیه کشتی اسرائیلی. پس از آنکه یک کشتی اسرائیلی در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت، وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از این اتفاق اعلام کرد در حال پیگیری موضوع است. در حالی که ایران نقش خود در این حمله را تایید نکرده، لایر لاپید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شده ایران در این حمله نقش داشته و خواستار پاسخ قاطع شده است. این کشتی که متعلق به یک تاجر اسرائیلی بود، روز پنجشنبه در سواحل دریای عمان مورد حمله قرار گرفت و 2 تن از خدمه آن کشته شدند. برخی رسانه‌ها از حمله پهپادی به این کشتی خبر دادند. تداوم روزهای سخت افغانستان با سیل و پیشروی طالبان. جاری شدن سیل در ولایت نورستان افغانستان که از شامگاه چهارشنبه آغاز شده تا ظهر شنبه دست کم 180 مفقودی داشته که پیکر بیجان 60 نفر از آنها پیدا شده است. سیل علاوه بر آسیب رساندن به زیرساخت‌های ولایت نورستان، ده‌ها خانه و صدها هکتار زمین کشاورزی را تخریب کرده است. همزمان با وقوع سیل، نبرد میان نیروهای دولتی افغانستان و طالبان نیز همچنان ادامه دارد. در بحبوحه این درگیری‌ها، دفتر سازمان ملل متحد در ولایت هرات روز جمعه هدف حمله قرار گرفت. ابراز نارضایتی آلمان از تأخیر در مذاکرات احیای برجام. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان ضمن ابراز نارضایتی از تأخیر در مذاکرات احیای برجام مدعی شد ایران از یک سو از سرگیری مذاکرات هسته‌ای را به تأخیر می‌اندازد و از سوی دیگر بیشتر و بیشتر از عناصر اصلی توافق فاصله می‌گیرد. از سوی دیگر کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران آماده از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بیان خواهد. زخمی شدن بیش از 270 فلسطینی در درگیری‌های کرانه باختری. طبق اعلام هلال احمر فلسطین، 270 نفر از معترضان این کشور در درگیری با نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری زخمی شدند. این شدیدترین درگیری‌ها در شهرک بیتا واقع در شمال کرانه باختری بوده است. ساکنان این منطقه از ماه می در پی شهرک‌سازی توسط 50 خانواده اسرائیلی اعتراضات و تظاهرات خود را برپا کردند. استقبال آمریکا از تصمیم اروپا برای تحریم مقامات لبنان. وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم سیاستمداران لبنانی استقبال کردند. طبق اعلام مقامات ایالات متحده، این تحریم‌ها برای مجازات رهبران لبنان است تا به درخواست مردم برای تشکیل دولت جدید و پایان دادن به فساد پاسخ دهند. اتحادیه اروپا تحریم‌های خود را مختص افرادی در لبنان دانسته که باعث تضعیف دموکراسی، فروپاشی اقتصادی، تورم افسارگسیخته و کمبود غذا و سوخت در این کشور شدند.